در سوریه 2 میلیون کودک تخمیم شده است که به مکتب نمی روند و حدود 1 میلیون از آنها که از سوریه متواری شدند نیز به زمینه های آموزشی دسترسی ندارند. نیمه از این کودکان که در سوریه به مکتب می روند می گویند که خود را امن حس نمی کنند. عابده 12 ساله به ما گفت که خود را همیشه خشمگین حس می کند. ریحا به 8 ساله از حلب به ما گفت که از رفتن به مکتب به دلیل اینکه تیاره ها ما را بمباران می کند می ترسد. آلیه 12 ساله به ما گفت که من اگر صدای تهاجم هوایی را نشنوم و نبینم خود را مخشوش حس می کنم چون همیشه اتفاق می افتد. ریچارد با کودکان بجا شده سوریه در اردن، ترکیه و لبنان و بجا شده های داخلی در سوریه کار میکند. سازمان حفاظت از کودکان تخمین کرده است که در حال حاضر در هر ساعت 250 کودک با خانواده هایشان متواری می شوند و تاثیرات روانی این تجربه آنچی را که ما تشویش زهرآگین می خوانیم ایجاد می کند. متخصصین امور می گویند که تشویش ها و تجربه فاجعه باعث تاثیرات منفی در رشد روحی و فیزیکی کودکان می شود. تقریبا هر کودک در سوریه تحت تاثیر جنگ به نوعی قرار گرفته است. سوال این است که آیا تاثیرگذاری از آنچه معلم و یا رواندرمان انجام می دهد وجود دارد در حالی که سوی رفتار هنوز هم جریان دارد؟ همه نوع سوی رفتار از نوع شدیدان و این آنچه است که اتفاق می افتد. وزارت خارجه ایالات متحده اکنون با برخی جوامع محلی در شمال شرق سوریه کار می کند تا به پروسه توانبخشی برخی از این کودکان کمک کند. هنر، رقص و گزینه های دیگر به این کودکان در برخورد با این دردها کمک می کند. کودکان نمی توانند از دویدن در سرک ها و نداشتن یک سیستم رسمی و نشستن برای 6 یا 7 ساعت در صنف عادت کنند. بنابراین شما باید مشکلات روانی زیاد را درمان کنید تا بتوانید با آنها درس بدهید. کارشناسان امور هشدار می‌دهند که جنگ در سوریه یک نسل گم شده را ایجاد می‌کند که تاثیرات فاجعه برانگیز را برای آن کشور خواهد داشت و به نقاهت و بازسازی بعد از ختم جنگ نیاز دارد. دینا روزبه، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.